بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد كله لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الجزاء. وبعد، قال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. برای سلامتی و تعجیل فرج امام عصر علیه السلام، شفای مریض ها، رفع گرفتاری ها و شادی روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر محمد و آلش بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. به دوران دو کس را اگر دیدمی به دور سر هر دو گردیدمی، یکی آن که گوید بد من به من، دوم آن که پرسد بدی خیشتن. خب، یکی از واجبات نماز قرائت. آقایان و مردها قرائت نماز را در نماز صبح، نماز مغرب و عشا باید بلند بخوانند. اگر فراموش کرد یواش خوان، خوب اشکالی نداره. اما اگر عمدن قرائت را مخفی خوان، نمازشون باطله. الا در یک مورد، در نماز جماعت. امام جماعت در رکعت سوم، شما در رکعت اولی، نمازم نماز مغرب و عشای، اینجا با احترامی نماز جماعت میگه میتوانی یواش بخوانی، نه اونقدر صدایت رو بلند بکنی. صلوات ختم بفرمایید. حضرت فاطمه سلام الله علیها در بخش از خطبهش فلسفه احکام را بیان کردن. فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم من الکبر و الزکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق. تا به اینجا میرسه. و الامر بالمعروف مصلحتا للامه. یکی از مسائل مهم در مکتب ما مسئله امر به خوبی ها و نهی از بدی هاست. یعنی در دین ما این دو حرف مورد نداره، به من چی به تو چی. یعنی نمیتونه بگه به من چی، دیگران بیراه میرون، رو به فساده، بد حجابیه، نمیدونم چی، به من چی. نه، اگر کسی آمد به انسان تذکر داد که بابا این کارت خلافه، این حرفت نادرسته، این لباست لباس اسلامی نیست، طرفم حق ندارد بگوید به تو چی. یعنی به من چی و به تو چی در دین ما. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
ندارد. انسان در جامعه‌ای که زندگی میکنه محیط تأثیر و تأثره، یعنی همون جوری که انسان از رفتار و اخلاق و کردار دیگران تأثیر میپذیره، تأثیر میگذاره. سعادت فرد در گرو سعادت جامعه هست. یا به عبارت کوتاه‌تر، انسان در جامعه ای که زندگی میکنه نسبت به خوبی ها و بدی ها چهار تا گزینه بیشتر نداره. یا نه خوبی ها را ببیند نه بدی ها را، نه طرفدار خوب باشه نه طرفدار بد، نه از خوبی تبلیغ کنه نه از بدی نهی کنه. این میشه حالت بیتفاوتی. وقتی آدم حالت بیتفاوتی پیدا کرد، نتیجهش خیلی ویرانگره. حالت دوم اینه که تنها خوبی ها را ببیند، از بدی ها هیچی نگوید، سکوت محض بکند. این میشود زنبور اصل صفتی. ببینید زنبور اصل روی بوته گل می نشینه، خب تنها خوبی ها رو ببینه. و عکسش تنها آدم بدی ها رو ببینه، خوبی ها رو نبینه. از یک نفر اگر یک بدی داد اون را علم بکنه، به این بگو به اون بگو، این می شود مگس صفتی. شما تو تابستان وقتی می آید خانه می خوابید، همین جا یا اینجا یک زخم کوچولویه، یه مگس دور میزنه، بینگ میزنه، فقط روی همین زخم می نشینه، بقیه اعضای بدن سالمه. و گزینه چهارم که همون امر به معروف و نهی از منکره، که انسان خوبی ها را ببیند و مشوق و مبلغ و طرفدارش باشه، و بدی ها را ببیند و از بدی ها با زبان و با رفتارش نهی کند و باز بداره. در این خطبه حضرت فاطمه علیها السلام در رابطه با فلسفه احکام، یعنی دستورات خدا، واجبات، مستحبات، محرمات، اینا فلسفه داره، مصلحت داره. نماز واجب شده، تنزیها لکم من الکبر، تا انسان رو از تکبر نجات بده. وقتی انسان خود رو در مقابل عظمت خدا میبینه، قول بنده خدا گفته بود که یکی قطره باران ز ابر چکی، خجیل شد چو پهنای دریا بدید. یعنی تو دریا رو ندیده بود، خیال میکرد که هرچی هست منم. وقتی دریا رو دید گفت اگه او آبا کی من چی؟ وقتی انسان در مقابل عظمت خدا قرار میگیره، تکبر و من بهترم و اینا دیگه. و الصلاة تنزیحا لکم عن الکبر و الزکات تزکیتا للنفس. زکات واجب شده، دو خصوصیت داره، دو فایده داره. نفس انسان رو پاک میکنه. آدمی بخیل ناپاکه دیگه، بخیل از خدا دوره، از مردم دوره، از بهشت هم دوره. و ثانیاً مال انسان زیاد میشود. البته یک عده‌ای که نادانن یا شیطان صفتن وسوسه میکنه که آقا اگر سال گرفتی خمس و سهم امام دادی فقیر میشی، زکات دادی فقیر میشی. نه بابا، و زکات تزکیتا للنفس، هم نفس آدم رو پاک میکنه هم مال آدم رو زیاد میکنه. و صیام تثبیتا للاخلاص، روزه واجب شده. روزه یک عملی است که دیده نمیشه، و نماز دیده میشه، و خلاصه جهاد دیده میشه، و انفاق هم دیده میشه، ولی روزه دیده نمیشه. و صیام تثبیتا للاخلاص، روزه واجب شده تا اخلاص انسان را تثبیت کنه و استحکام ببخشه. که باز روزه فایده های دیگری داره، یکی فایده های فایده صحی داره، صوم و تصحو، روزه بگیرید تا بدن شما سالم باشه. فلسفه دیگرش که اغنیا از فقر فقرا خبر شود. وقتی یک ماه روزه میگیرد گرسنگی میکشه، بعد میفهمه که فقرا چی روزگاری دار. فایده سومش تقوا هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام بر شما واجب شده، تنها بر شما نیست، بر امتهای قبلی هم واجب بوده. چرا؟ لعلکم تتقون، شاید. این شاید اشاره به این که شرایطه،
که تنها آدم امساک از غذا و از خوردنی و آشامیدنی نکنه، از گناهانمه، چشم آدم روزه بگیره، دست روزه بگیره، همه روزه بگیره. لعلکم تتقون، شاید به شما با تقوا برسید. خب تقوا یک ارزش هست که همه ارزش ها بدون تقوا بی ارزشه. علم خوبه، زیبایی خوبه، ثروت خوبه، همه، ولی اگر تقوا نباشه یک جو نمیارزه. لعلکم تتقون. خوب عرض کنم که ولعدل تنسیقا للقلوب، خدا دستور داده با هم با عدل رفتار کنید. فلسفهش برکتش اینه که دلها به هم نزدیک میشه، وقتی کسی به کسی ظلم نکند، زور نگوید، ستم نکند، حق کسی را پایمال نکند، دلها به هم نزدیک میشود، الفت و محبت تو جامعه میاد. والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، یعنی اگر در جامعه خوبی ها تبلیغ شود و تثبیت شود و گسترش پیدا کند، این به نفع همه، به نفع پولدار، به نفع فقیر، به نفع باسواد، به نفع بیسواد، به نفع زن، به نفع مرد، به نفع همه است. والامر بالمعروف مصلحتا لل، این به نفع همه. خب چیزی که هست ایانه، چه حاجت اگر در جامعه همه رو راست باشن، کاسب در کاسبیش، کارگر در کار، هلوم مجرا همه اقشار صالح باشن و خیر هم دیگر رو بخواهن، به کسی دیگر ضرر نرساند، جامعه جامعه بسیار معتدل، آرام و همه مطمئن. والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، این به مصلحت همه. این آیه رو که خدمت شما قرائت کردم در سوره توبه آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن دوست هم دیگره، نسبت به هم دیگه دشمنی و عداوت نداره. وقتی دوست داره، هیچ دوستی تماشاگر بدبختی و بیراه رفتن دوستش نیست. پدر و مادر چون آدم رو دوست داره هی سفارش میکنه، پسرم با آدمای بد رفیق نشو، خلاصه درست رو بخوان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یک روایت از امام حسین علیه السلام است، میفرماید من احبک نهاک و من ابغضک ابرا، هر کسی تو را دوست داره نهی میکنه از بدی ها، از تنبلی ها، از انحرافات، از بد اخلاقی ها، از بد حجابی ها، از همه بدی ها. و من ابغضک ابرا، کسی که دوستت ندارد فریبت میدهد، مغرورت میکنه. آرام در این آیه مبارکه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، چون دوست هم دیگره. میگه بزرگ جمیر یا از کسی دیگه پرسید که خلاصه بهتر از زندگانی و بدتر از مرگ چیه؟ گفت بهتر از زندگانی نیکنامی، بدتر از مرد بدنامی. گفت از نعمتهای دنیا کدومش خوب نعمته؟ گفت مال حلال، زن صاحب جمال و صاحب کمال و فرزند صالح. بعد گفت نشان دوست صادق و کاذب چیه؟ گفت نشان دوست صادق اینه، دوست صادق دوستش را در خوبی ها تشویق و یاری میکنه و از بدی ها باز میداره. هر آن کس که میگه خیرخواه توست، بگوید فلان چا در راه تو، وقتی خیر آدم رو میخواد میگه از این راه که میروی تو چا میفتی. یکی آمد پیش یک نفر گفت که از این راه که میروی تو این ده قدمی چاله هست. طرف آدمی فهمیده ای بود، گفت که راه نرفته را نشان ندی، چا در بیراه هست، در راه نیست. یعنی آدم اگه بیراه رفت تو چا میفتی. هر آن کس که خیر خواهی توست، بگوید فلان چا در راه توست. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، چون دوست هم دیگرن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر میکند به خوبی ها، همه واجبات، مستحبات، اخلاق حسنه خوبیه. نماز معروفه، روزه معروفه،
محبت به همدیگر، اتحاد، صمیمیت، حجاب، همه اینا معروفه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، نهی میکند از بدی ها، بد اخلاقی ها، بد حرفی ها، از همه اینا نهی میکند. بعد یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، مؤمنین ویژگی و صفت دیگرش این است که نماز را به پا میدارند. این قامه نماز غیر از خواندن نماز، خواندن آسانه، الله اکبر گفتن آسانه، قیام آسانه. یقیمون الصلاة، یعنی نماز در زندگیش عملا حضور داشته باشد. ایاک نعبد ایاک نستعین که میگوید در زندگی عملا اینا را نشان بدهد. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، نماز را به پا میدارن و زکات را هم میدن. یطیعون الله و رسوله، مؤمنین از خدا و رسول اطاعت میکنن. یا بنی آدم، اطیعون بقدر حاجتکم الیه، ای اولاد آدم، به همون اندازه ای که به من خدا نیاز دارید، محتاج هستید، اطاعت کنید. بین و بین الله فکر کنید، ما در زمان جوانی به خدا محتاج نیستیم، در همه ادوار عمر ما سر تا پا فقریم، نیازیم، احتیاجیم، همیشه در هر حالی که هستیم نیازمندی به خدا هستیم. باید همیشه مطیع خدا باشیم، مطیع خدا و رسول باشیم، در جوانی، در پیری، در سلامتی، در مریضی، در دارایی، در فقر، در همه حالات باید مطیع خدا باشیم. یطیعون الله و رسوله، اینا از خدا و رسول اطاعت میکنن. پس بنابراین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله، نماز رو به پا میدارن، زکات رو میدهن و از خدا و رسول اطاعت میکنن. اولئک سیرحمهم الله، اینا مشمول رحمت خدا هست. و پس برادران عزیز و سادات محترم که در این شب مصیبت حضرت فاطمه سلام الله علیها در این محفل معنوی و نورانی اجتماع کرده اید، یکی از بیانات نورانی حضرت فاطمه علیها السلام در رابطه با فلسفه احکام این و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر به معروف به مصلحت همه مردم، همه مردم نفع میبرن. روایت دیگه از امام کاظم علیه السلام نقل شده که حضرت میفرماید شیعتنا یعرفون بالمحافظت علی اوقات الصلاة و اعطاء الزکات و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شیعیان ما را با این ویژگی بشناسید و شناخته میشود. یکی نماز را اقامه می کند، یعنی مراقب نماز را در وقتش بخوانه، سر وقت بخوانه، می تواند در جماعت بخوانه، که نماز حقیقتاً گل سرسبد همه عبادت هاست. عدالت در نماز، حق الناس در نماز، یاد شهدا در نماز، خواستن راه هدایت در نماز، اینا همه در نمازه. فلک ایمان، دشمنان دین و مکتب تلاش داره که امروز مساجد را کمرنگ بکنه، خالی بکنه، روی نسل جوان خیلی تمرکز کرده، تلاش میکنه که اینا را نسبت به حجاب و به نماز بی‌رغبت بکنه، همونطور که در اسپانیا این کار را کردن. فلک ایمان را به طوفان‌ها بود لنگر نماز. فلک یعنی کشتی، کشتی که لنگر نداشته باشه غرق میشه. انسان هم که خدای نخواسته از نماز فاصله بگیره، خدا را فراموش کنه، غرقه، گرفتار شیطانه. فلک ایمان را به طوفان‌ها بود لنگر نماز، در دل شب‌های تاریک است و روشنگر نماز. گر شود برپا نماز با خشوع و با خضوع، می کند خود نهی از فحشا و از منکر نماز. شد اجر علی بی شمار، کشته در محراب شد چون می خواند حیدر نماز. نیست و زیباتر ز عاشورای خونین حسین،
لیک و سار الله را در اون روز شد زیور نماز. جنگ بود در مقابل تیرها نماز را اقامه کرد. عمر زهرا با ملالت چون به آخر می رسید خاند و قبل از رحلتش اون بانوی اطهر نماز. گفت با زینب حسینن در وداع آخرین یاد از من کن چو شب میخوانی ای خواهر نماز. لا تنسینی فی نافلت اللیل. خواهرم وقت نماز شب میخوانی برادرت رو فراموش نکن. اینه فلسفه عبادت رسیدن انسان به سعادت دنیا و آخرته. اگر ما درست مسئله حجاب یکی از مسائل بسیار مهمه که جدن دشمن امروز تلاش میکند حجاب را کمرنگ بکنه، حجاب را از رونق بیاندازه. و حالون که حجاب یک دستور بسیار سازنده اسلام. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل این کلام نغز از پیغمبر است. حفظ چادر بهر زنها سنگر است. یعنی زنی که چادر داره گویی تو سنگره. یک مجاهد اگر تو سنگره مسئونه دیگه. این کلام نغز از پیغمبر است. حفظ چادر بهر زنها سنگر است. حفظ چادر سد فحشا می کند. روسفی در نزد زهرا می کند. حفظ چادر حفظ دین و مذهب است. شیوه زهرا و درس زینب است. شیوه زهرا و درس زینب است. ما از این مجالس با معنویت که سراسر شکوه است و معنویت است باید این مسائل را هم بگوییم و هم به کار ببندیم انشاءالله. خب عرضم تمام. در جهان تا زنده ام گویم ثنای فاطمه، دست حاجت میبرم سوی خدای فاطمه. گر برای درد بی درمان دوای طالبی، رایگان درمان کند دارو شفای فاطمه. ویزیت نمیخواهد، پول نمیخواهد، قلب شکسته میخواهد، توجه میخواهد، عشق چشم میخواهد. اینا کسانی است که کسی در خانه‌اش میاد دست خالی بر نمیگردن. یا فاطمه الزهرا، ما هم گرفتاری زیاد داریم، مشکلات زیاد داریم، تو پیش خدا آبرو داریم. شب بقیت الله امام زمان مجلس مادرت فاطمه، یک نگاهی به این جمعیت و به این پیرزنها و پیرمردها و جوانها و سادات بیاندازی. از لطف شما که کم نمیشود. یکی از وصیت‌های حضرت زهرا این بود که غسلنی فی اللیل و دفنی فی اللیل ولا تعلم قبری احدا. توقع دارم و از راه احسان به شب غسلم بده از خلق و پنهان. به خاکم می سپاره چون غریبان، حبیبی داد و بداد از جدای علی یتیمانم، دیگر مادر ندارم. یه مادری که مسافرت میره، بچه‌ای زیر 10 سال داره، هی به عمه سفارش کن، به خاله سفارش کن، به مادر بزرگ. یتیمانم دیگر مادر ندارد، حسین من کسی بر سر ندارد، به جز آه و دو چشم تر ندارد.
دارد، حبیب داد و بیداد از جدای علی جان تو و جان حسینم، برای زینبم در شور و شینم، حسن باشد زیای هر دو عینم، حبیب داد و بیداد از جدای یا فاطمه الزهرا یا وجهتان عند الله اشفعی لنا عند الله. الان صحنه را مجسم کنید، اگر بدن فاطمه را در بقیع دفن کرده باشد، وقت تابوت را برکت داد، لحظه سخت فراق آغاز شد، مخفی و آهسته در آباد، خیلی آرام مخفی و آهسته در آباد شد، هفت مرد و چهار طفل خرد سال شد بیرون، هفت مرد و چهار طفل خرد سال شد بیرون از خانه با رنج و ملال، در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تابوت توان حیدر است، اندر اون شب مخفی از چشم همه، هم علی تشیع شد هم فاطمه، شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی فاتح خیبر خم شده، کم کم از دستش عنان صبر را رفت، با دو زانو تا کنار قبر را رفت، وای بر من زنده هم یا مرده هم، قبر او یا قبر خود را کنده هم، آسمانش که علی را پاک کن، جای زهرایم مرا در خواب، ای وای بدن مطهره فاطمه را دفن کرد، خود زهرا یکی از وصیت‌هایش اینه، آقا جان وقتی مرا دفن کردی زود از قبرم فاصله نگیر، بنشین بالای قبرم که در اون لحظه اموات احتیاج داره به اونس گرفتن با زنده ها. در کتاب عربی از زهرا اینی که عرض میکنم نقل کرده، امیر المؤمنین نشست در قبر فاطمه علیها السلام، اون دو ملک به نام نکیره بیاید سوال کند فاطمه من ربک، جواب داد الله جل جلاله ربی، خدایا با آبروی زهرا شب اول قبرم ما بتوانیم عقاید من را بیان کنیم، زبانهای من لال نشود، همه را جواب داد تا به این جمله رسید فاطمه، بگو امامت کیه، فرمود امیر آقای مظلوم که روی قبرم نشسته و عشق میریزه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند